با تشکر از استاد خرم، نام استاد ارجمند آقای فخرالدینی با موسیقی کلاسیک و موسیقی مدرن ما گره خورده است، به خصوص خاطره چندین سال آخر زندگی مرحوم مشیری که حاصل این همکاری استاد فخرالدینی و زنده‌یاد مشیری دستاوردهای بسیار ارجمندی برای موسیقی ایرانی به همراه داشت که از آثار جاودانه موسیقی معاصر ما محسوب میشه. از استاد فخرالدینی خواهش میکنم که تشریف بیارن. سپاسگزار. من با به یاد داشتم مراجعه بکنم. به هر حال دوستان عزیز من جناب امیرخانی و جناب همایون خرم سخنوران خوبی هستند. من با یه مقدار به یاد داشتم نگاه بکنم و خاطراتی چیزی که اگر به نظرم میاد عرض بکنم. میدونم خیلی سالن کوچک هست و جمعیت زیاد، همتون ناراحت هستید، باد میزنید و ای کاش سالن بزرگتری می داشتیم و من این افتخار رو هم می داشتم که در این سالن یه کنسرت هم براتون می دادم با ارکستر موسیقی می دادم. مرسی، سپاسگزار، ممنونم. من قصد ندارم درباره شعر فریدون مشیری صحبت بکنم. همه ما او رو به عنوان یک شاعر بزرگ و استاد مسلم شعر و ادبیات میشناسیم و اظهار نظر درباره شعر فریدون مشیری به نظر من کار محققان و دانشمندان و کسانی که در زمینه ادبیات تخصص دارن هست. من بیشتر در مورد همکاری ها و خاطراتی که با آقای مشیری داشتم صحبت خواهم کرد. آشنایی من با فریدون مشیری به حدود 30 سال پیش میرسه. در لحظه ای که به اینجا آمدم جناب آقای سید حسینی اشارهی به من کردن، گفت یاد اون روزها به خیر. اشاره میکردن به 30-40 سال پیش که در رادیو با هم همکار بودیم و واقعا محیط خیلی جالبی بود. میدان ارک رو عرض میکنم. هنرمندان بسیاری در اینجا جمع بودند و به مناسبت‌های مختلف هر کسی کاری رو بر عهده داشت. یکی در رشته موسیقی کار می‌کرد، یکی در رشته ادبیات کار می‌کرد. و وقتی وارد حیات رادیو می‌شدیم بسیار هم گلکاری و چمن زیبایی هم داشت اون وقتا. خیلی محیط خوبی بود که دور هم جمع می‌شدیم با هم صحبت می‌کردیم. حدود سال 51 من با مشیری آشنا شدم. و آشنایی هم از اینجا شروع شد که همسر من آزرم که روح شاد که نقشی بسیار سازنده در زندگی من داشته یک شعری رو در واقع از فریدون به من داد، انتخاب کرده بود، گفت چطوره که روی این کاری انجام بدی، آهنگی بسازی. من یه طرح اولیه از این کار رو فراهم کردم و در صدد بودم که این کار رو انجام بدم. موقعی بود که خودم رهبر ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران بودم و یک روز آقای مشیری رو دیدم و ازش بعد از احوال پرسی و اینا معلوم بود که او هم منو میشناسه. بسیار خیلی گرم من رو پذیرفت و با هم صحبت کردیم. گفتم یک چنین طرحی دارم، چطوره که رو این شعر کار بکنم؟ گفت همه اشعار من در اختیار شماست و هر کاری لازم هست انجام بدید. این شعر عرض شود که حتما شاید شنیدید دیگه، عمر پا بر دل من می نهد و می گذرد، خسته شد چشم من از این همه پاییز و بهار. دومین کاری که با مشیری انجام دادم برای دخترم بهار بود که خب بهارم الان اینجا حضور دارند و قطعه‌ای بود که خانم مرضیه اون زمان خوند. بهارم دخترم از خواب برخیز،
شکرخندی بزن، شوری برانگیز. که حتما یادتون هست دیگه، قطعی بوده که اجرا شد. سومین کاری که با فریدون انجام دادم با صدای فریدون فرحی اجرا شد. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، خنده گل، شور بلبل، صبح پاک. این سرود رو زمانی که با فریدون مشیری و دوستان دیگه به کوه می رفتیم دست جمعی می خوندیم در کوه، در درکه. یکی از این روزهای پنجشنبه، چون روزهای پنجشنبه می رفتیم، یک رعد و برقی زد در کوه. فریدون گفت که بچه ها بدوید، الان بارون میاد. من خندیدم و گفتم خب بارون که این همه ترس نداره، بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک. بعد خلاصه کلی خندیدیم و در جای پناه گرفتیم. قطعه چهارمی که بر روی اشعار فریدون من کار کردم موج هست، که باز اولین بار اون رو مرضیه خوند و بعد در سال 1377 با صدای هنرمند گرامی و به قول خود مشیری خسرو آواز ایران آقای شجریان اجرا شد در افتتاح ارکستر موسیقی ملی ایران. و اجرای سوم اون رو هم آقای علیرضا قربانی خونده. نفس میزند موج، ساحل نمیگیردش دست، پس میزند موج، فغانی به فریاد رس میزند موج. آهنگ اشتیاق با صدای هنرمند ارجمند خانم سیما بینا اولین بار اجرا شد و بعد آقای علیرضا قربانی اون رو خوندن. این اثر به صورت یک نوار کاست و سیدی هم منتشر شده. یک روز در یک میهمانی که به اتفاق برادرم و استاد قنبری مهر که سازنده آلات موسیقی هست و بسیار تواناست در این کار، که انشاءالله عمرش پابرجا باشه، برای اینکه استاد بسیار بزرگی است و الان هم بیمار هستن، براشون دعا میکنیم. دور میزی نشسته بودیم، یه خانم آقایی آمدن گفتن اجازه میدید که ما هم دور میز شما بنشینیم. با احترام گفتیم بفرمایید میکنه و گفتم خب آخه میدونی داستان چی بود؟ برای چی گریه میکنی؟ گفت خب چون تو گریه کردی منم گریه هم گریه. بعد گفتم داستان این بود که من این قطعه رو 3 هفته قبل از فوت فریدون مشیری در تالار اجرا میکردم و فریدون برای تشکر اومد نزدیک سکوی رهبری و به زحمت خودش رو بالا کشید و من رو بوسید. 3 هفته بعد که من این آهنگ رو مجدداً در تالار اجرا می کردم و به یاد فریدون مشیری اجرا می کردم، خب یاد این صحنه افتادم، طبیعتاً گریه هم گرفت و برگشتم دیدم که آقای قنبری به شدت داره گریه میکنه. گفتم والا اگر من می دونستم اینقدر تو رو متاثر میکنه اصلا این خاطره رو تعریف نمی کردم. گفت نه، فرق من و شما اینه که ما به این چیزها گریه میکنیم و به هر حال خاطره ای بود. حالا خواستم بگم که واقعا این آهنگ یک چنین ماجرایی هم بعد از اجرا داشته.